یه سوالی که قاسم پرسیده بود در مورد اینکه مثلا اینکه بایدن جدیداً با یک فرد فرضی دست داده اومده سلام علیک بکنه. قاسم پرسیده بود که آیا این یک مشکل مغزی عصبی هستش یا نه یک امر طبیعی احتمال داره برای هر کسی پیش بیاد. من فکر میکنم که ایرونیا به طور خیلی غیر منطقی خیلی به ترامپ چسبیدن و فکر میکردن که ناجیشون هستش و همیشه دنبال ایرونیا به خاطر این وضع درست شده دنبال یه ناجی میگردن. حالا دست به امام زمان پیدا نکردن، حالا دنبال ترامپ افتادن و دنبال اشکالاتی هستش که در بایدن پیدا میکنن. بایدن به نظر من منطقی ترین سیاستمدار امریکا هست. من تو واشنگتن هستم و بایدن رو به خاطر به دلایلی 35 سال دنبالش میکنم ببینم که این تا حالا یک اشتباه عمیقی کرده یا نه. بایدن به سیاستمدار بسیار منطقی، عقلانی، تمایل به خط وسط داره. الان از بودجه هاش میدونین یه مقداری چپگرا هستش، سوشیالیسم اعتقاد داره و ایرونی ها فکر میکردن که ترامپی که تا حالا بیش از 30 تا کتاب مفصل علمی درباره فقط بیماری های روانیش نوشتن، اینا فکر میکردن که این مرد واقعا میتونه ایران رو نجات بده. ولی ترامپ واقعا یک بیمار روانی بدون شک هستش، ولی بایدن یک سیاستمدار کارکشته کاملا عقلانی هستش و این چیزهایی که براشون میگن گاهی چیزهای تصویرهای درست میکنن و مثلا خب یه آدم 77-78 ساله هست از روی پله های هواپیمای ایرباس شماره 1 که بارون آمد بود و خیس بود لیز خورد افتاد، اینو گفتن که این دستپاچه‌لفتی هستش، در حالی که ترامپ از یه سطح معمولی هم درست نمیتونست راه بره. ببینید این برداشتی که ایرانی ها از سیاستمدارای امریکا دارن خیلی رنگ گرفته و بر اساس برداشت خودشون هستش. به این جهت نه، بایدن یک آدم کاملا از نظر منطقی، سیاسی، عقلانی، جسمی آدم سالمی هست و هیچ گونه ارتباطی یا قابل مقایسه با بیمار روانی به اسم ترامپ نداره. آقای دکتر، من فقط یه چیزی بگم، کاملا با حرفای شما موافقم، ولی بایدن داره 78 سالش میشه، یعنی اگه مشکلی هم ایجاد بشه به خاطر تقصیر خودش هم نیست دیگه، بالاخره به یه سنی که ممکنه ببینی. نه، اگر سیاست مداری مغزش طوری آسیب ببینه که دچار توهمات بشه، خب نباید اجازه کار داشته باشه. من مطمئنم باشید که به چنین کسی اجازه نمیدن که بزرگترین امپراتوری تاریخ رو حکمفرمایی کنه، اجازه نمیدن. گوش میدید، به همین جهت این چیزا از نظر فیزیکی، بله از نظر فیزیکی آدم 78 ساله جوان 25 ساله نیستش که راحت از پله‌ها بالا بره و نیفته و بتونه تعادلش رو حفظ کنه یا خسته زودتر نشه و مثلا در وقتی جلسه ها خواب‌آور هستن چرت نزنه، که من نمیدونم، ولی خیلی از سیاستمدارا اینجوری هستن سنشون بالا بره. ولی افزایش سن باعث یه تجربه هایی میشه که هیچ کدوم از جوان ها ندارن. گوش میدید، این تجربه سیاسی مثل بقیه تجربیات هستش. من الان تفکرم قابل مقایسه نیست، با وجود که سن منم نزدیک به سن ترامپ داره میرسه، به سن بایدن داره میرسه، ولی تفکری که الان دارم هیچ وقت قابل مقایسه با تفکری که در 25 سالگی داشتم ندارم. قدرت یادگیریم و موقع شاید بیشتر بود، ولی نمیتونم چند تجزیه و تحلیل کنم به همین خوبی که الان در سن 73 سالگی میکنم. به این جهت سن مطرح نیستش، به شرطی که اختلال واضح. من خیلی جوونا، مثلا یک جوونی بود که معاون بوش اول بود، دان کوئل، این جوون بود، خیلی 35 سال بیشتر نداشت، ولی اشکالایی که از دهنش در می آمد خیلی معروف شد، یه چیزای عجیب غریبی می گفت. مثلا یه بار گفت من دارم میرم امریکای لاتین، باید برم زبان لاتینم رو تقویت کنم.
یا گفت که من مخالف سقط جنین هستم ولی خانوما برن دیانسی بکنن، دایلیشن انکورتاج بکنن، یعنی به این سطح فکر میکرد به این جد. ولی بایدن تا حالا یه حرفی نزده که واقعا غیر منطقی باشه. البته از جنگ عراق دفاع کرد، جنگ عراق دفاع کرد، اینش غیر منطقی بود. از چی؟ من خودم طرفدار بایدن هستم ولی نقدش هم میکنم بالاخره. ببینید معلومه هیچکس کامل نیستش، ولی ای کاش ما یکی مثل بایدن داشتیم که مملکت ما. بله. ما نمیتونیم. ببین آدمه، گفتم آدمه فرشته نیستش که از آسمان آمده باشه و بتونه یه انسان کاملی دیگه. بهترین رئیس جمهوری که در تاریخ امریکا بود، همشون هم میگن اینتلیجنت ترینشون اوباما بود، ولی ایرونی‌ها باهاش به شدت دشمن بودن و از صبح تا شب فوشش میدادن. ولی از نظر انسانیت و از نظر اینتلیجنس از نمبر 1 تو تمام تاریخ امریکا در بین 45-6 داشت، ولی ایرونی‌ها بدشون میامد ازش به خاطر اینکه اجندایی که داشت فرق داشت با اون منافعی که ایرانی ها با دشمنی با آخوندا دارن، فرق داشت برنامه‌اش. ما نمیتونیم از دید منافع ایرانی سیاست مدارای امریکایی رو قضاوت کنیم.